با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه های تحلیلی خبری تلویزیون ایران فردا را ادامه میدهیم با برنامه شامگاهی صفحه یک که مروری است بر اهم اخبار و چکیده ای از مهمترین مطالب منتشره روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا نخست مروری کوتاه بر سرفصل اهم اخبار منتخب و برگزیده امشب بحران تازه برای کشتی ایران با به گروگان گرفته شدن 14 ملوان از سوی گروه تروریستی از شباب در سومالی بازدید علی خامنی از نمایشگاه کتاب تهران کشتار و قتل عام در کابل از سوی گروه های مسلح با حمله به هتل محل اقامت خارجی ها و همینطور چند خبر و تحلیل دیگر از اوضاع سیاست داخلی ایران سرفصل اهم مطالب و اخبار برگزیده امشب پنجشنبه 24 ام اردیبهشت ماست که در طول 20 دقیقه پیش روی به استحضار شما بینندگان عزیز خواهد رسید نخست با اخباری از آبهای آزاد و بحرانهای مکرر و جدیدی برای کشتی ایرانی شبه نظامیان گروه اسلامگرای افراطی شباب 14 ملوان ایرانی یک کشتی ماهیگیری را گرفتند که در آبهای ساحلی سومالی دچار مشکل شده بود شاهدان عینی در منطقه جلجدود گفتند که این ملوانان به شهری در 60 کیلومتری ساحل منتقل شده اند گروه از شباب کنترل منطقه جلجدود را در دست دارد یک سخنگوی از شباب نیز این گزارش ها را تایید کرده است اما از سوی دیگر کاپیتان اسقر محمدپور مدیر دفتر ایمنی و امنیت کشتیرانی جمهوری اسلامی هم ضمن تایید این خبر به واحد مرکزی خبر ایران گفت که ظاهرا این کشتی به سازمان شیلات جمهوری اسلامی ایران متعلق است و از دو سه روز پیش در اقیانوس هند در سواحل سومالی مشکل فنی پیدا کرده بود دزدی دریایی تا چند پیش در آبهای سومالی رواج زیادی داشت اما فعالیت دزدان دریایی در ماهای اخیر به شدت کاهش یافته بود و اما در سوی دیگر خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع مطلع در سفارت ایران در سومالی خبر بوده شدن 14 ماهیگیری ایرانی را رد کرد. این منبع مطلع در سفارت ایران در موگادیشو پایتخت سومالی در تماس خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری ایسنا جواب میداد که خبر مربوط به ربوده شدن 14 ماهگیری ایرانی توسط گروه از شباب تایید نمی شود. وی که خواست نامش فاش نشود با اشاره به شرایط منطقه مورد نظر که ماهیگیران برای سید ماهی با آنجا می روند می گفت های ماهیگیری متعددی از کشورهای مختلف برای سید ماهی هایی که ویژه آبهای این مناطق است به طور مرتب در تردد هستند و سید ماهی ویژه آبهای این منطقه خریداران مشتاقی در مناطق مختلف دارد بنابراین به طور طبیعی لنجهایی از ماهیگیران ایرانی هم در میان آنها هستند که از سواحل جنوبی کشور راهی این سفر طولانی و بعضا پر مخاطره می شوند این منبع مطلع در سفارت ایران در سومالی اضافه می کرد که چنانچه خبر موثق در اختیار سفارت قرار گیرد آماده پاسخگویی است ادامه اخبار از نبردهای دیپلماتیک بر عرشه کشتی ها با تازه ترین اخبار دریافتی از تنشا بر سر کشتی ایران شاهد نماینده دولت سابق یمن هشدار داد که اگر ایران اجازه بازرسی از کشتی خود که با اسکورت نظامی راهی یمن شده است را ندهد مسئولیت کامل هر گونه که با ورود این کشتی ها به آبهای یمن رخ دهد بر عهده جمهوری اسلامی ایران خواهد بود به گزارش خبرگزاری رویترز هیئت نمایندگی دولت یمن در سازمان ملل روز چهارشنبه 23 اردیبهشت در نامه‌ای به شورای امنیت نوشت دولت یمن و نیروهای اعتلاف با ورود های امدادی به یمن مخالفتی ندارند تا زمانی که اجازه های لازم از دولت قانونی یمن یعنی رئیس جمهور فراری یمن کسب شده باشد و این ها پیش از ورود بازرسی شوند این هشدار دولت به منصور هادی رئیس جمهوری یمن که به خاطر حملات شیعیان حوسی مورد حمایت ایران ناچار به فرار از یمن شده است در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی ایران نیز در همین روز هشدار داد که به کشورهای درگیر البته در جنگ یمن اجازه بازرسی از کشتی حامل کمک های بشر دوستانه خود داده نخواهد شد کشتی ایران شاهد که ایران میگوید حامل کمک های است در حالی روز دوشنبه بندر عباس را به مقصد یمن ترک کرد که هلال احمر ایران اعلام کرده بود اعزام این کشتی را از قبل به هلال احمر عربستان سعودی اطلاع داده است کشتی ایران شاهد را در این سفر دریایی ناوهای جنگی ایرانی نیز همراهی می کند. پس از اعلام این خبر ایران شامگاه سهشنبه در اعتراض آن به آنچه ممانعت نیروهای اعتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان از رسیدن کمک های بشردوستانه ایران به یمن خواند به سازمان ملل متحد شکایت کرد ادامه با مروری کوتاه بر چند رویداد کوتاه آیت الله علی خامنه ای در دیدار با رئیس جمهوری عراق فعاد معصوم مجددا به کشور عربستان سعودی تاخت حمله کرد و با انتقاد تند از این کشور زینفوز منطقه ای می گفت سعودی ها مرتکب خطای بزرگی در یمن شده اند و قطعا آثار جنایتی که مرتکب شده اند گریبان خود آنها را خواهد گرفت. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری های ایران و به نقل از پایگاه اطلاعاتی دفتر رهبری آیت الله خامنه ای اصل دیروز چهارشنبه در دیدار با فعاد معصوم رئیس جمهور اراق و هیئت همراه وی اراق را نیز کشوری بسیار مهم و تأثیر گذار در میان کشورهای عربی و اسلامی دانست و با اشاره به شرایط تأصف آور منطقه به زعم وی از جمله در یمن و سوریه تاکید می کرد که اراق با توجه به جایگاه خود قطعا می تواند در مسائل منطقه تأثیر گذار باشد و باید از این ظرفیت بیش از پیش استفاده شود در این راستا عمده روزنامه های نزدیک به نهاد رهبری ایران از جمله روزنامه کائنات همینطور روزنامه اطلاعات و روزنامه کیهان به طور مشابه و یک پارچه خامنه ای را بر صدر صفحه نشانده بودند و با جمله از وی عملیات آزادسازی کشورهای ائتلاف عربی در یمن را از چنگ شورشیان حوسی جنایت سعودی می‌خواندند که گریبان آنها را خواهد گرفت جالب اینجاست که علی خامنه ای هیچ اشاره به جزئیات این تهدید زمینی خود نکرده بود البته بازدید علی خامنه ای از نمایشگاه کتاب تهران نیز تیتر و عنوان اصلی بیشتر روزنامه های امروز بود که بدون تیترهای خبری و محتوایی صرفا از حضور این فقیه در نمایشگاه کتاب صحنه نیز به نمایش گذاشته شد و در صفحات نخست بیشتر روزنامه های امروز با این تیتر سفارایی شده بود ادامه برنامه خبری امشب انتشار اخباری از کشته شدن مرد شماره دو داعش وزارت دفاع عراق اعلام کرد جانشین رهبر داعش در جریان یک حمله هوایی در شمال این کشور کشته شده است به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از خبرگزاری شینهوا وزارت دفاع عراق با انتشار بیانیه اعلام کرد بر اساس گزارش های اطلاعاتی دقیق نیروهای اعتلاف تحت رهبری آمریکا با انجام حملات هوایی محل حضور ابو علا فری مرد شماره دو داعش را هدف قرار دادند در این بیانیه آمده است مکان مورد هدف در این حمله هوایی محل حضور تعداد بسیاری از اعضای گروه داعش بوده که مشغول برگزاری جلسه ای بودند این حمله در شهر تلعفر واقع در شمال عراق و 70 کیلومتری غرب موسل صورت گرفت همچنین تلویزیون یورانیوز گزارش داده بود که تصویر این حمله هوایی توسط وزارت دفاع عراق منتشر شده است و همینک با این میزان خبر برگزیده در بخش دوم برنامه شامگاهی خبرها و نظرها در صفحه یک وفق روال معمول همه شب کاوشی و خانشی بر چکیده اهم مطالب روزنامه های امروز ایران در ایران فردا خواهیم داشت نخست با روزنامه آفتاب یزد میگوشیم آفتاب یزد در یک گزارش تحلیلی تفسیری با عنوان اسم رمز اصولگرایان برای عبور از بحران جدال های جناهی میان دو قطب قدرت در ایران رو بیشتر شبیه میادین نظامی توصیف میکرد و با واژگانی که بار مفهومی نظامی دارند از ایجاد بحران خود ساخته در اردوگاه اصلاح طلبان انتقاد میکرد که در انتخابات آتی دست را از رقیب ببرند این گزارش از جلسات همگرایی اصولگرایان با هدف حصول وحدت خبر میداد از جمله از جلسات سگانه ای پرده بر می داشت که گویا با حضور سه فقیه نزدیک به علی خامنه ای تشکیل شده است از جمله مصباح یزدی آیت الله محمد یزدی و آیت الله موحدی کرمانی که در این نشست ها در راستای برگزاری پیروزی قدرت در انتخابات بعدی هستند این روزنامه همچنین در صفحه نخست شماره امروز با درجه کاریکاتوری از مارادونا ستاره فوتبال آرژانتینی با لحنی تعن آمیز و تمسخرآلود به ماجرای پرهاشیه ی سفر پیشین قهرمان پرورش اندام جهان که گویا پس از ورود و با پرداخت پولهای کلان طرف را به بهشت زهرا برده بودند میپرسید آیا مارادونا را هم به بهشت زهرا میبرند در این کاریکاتور که مارادونا با شکلی دست به سینه ترسیم شده بود از آن به عنوان حضور نمایشی پرهزینه ای توصیف میشد که جمعی و جماعتی مافیایی که پولهایی کلان به جیب میزنند حتی گلایه میشد که قهرمان قبلی پرورش اندام که بهشت زهرا برده شد حتی یک هماهنگی نگرفت که بر سر مزار روح الله داداشی قهرمان پرورش اندام جهان که پیشتر به رسیده بود حضور یابد بر سر مزار این به تبیری همرشته و همکار خودش برق میزنیم با روزنامه دیگر روزنامه شرق در یک گزارش اختصاصی مجددا جزئیاتی تازه از فسادهای سازمان یافته سعید مرتزوی کنار میزد و در گزارشی با عنوان دو میلیارد ین خطای چشم مرتزوی به نقل از نظری وکیل سازمان تامین اجتماعی از میزان عظیمی از اختلاس و ارتشاب و فساد سعید مرتزوی با همدستی دولت موسوم به پاک دست احمدی نژاد پرده هایی تازه کنار میزد و از جمله به اعطای پول های کلان به نمایندگان و امضای چک تضمینی مرتزوی آن هم به مبلغ دو میلیارد ین ژاپن به بابک زنجانی پرده بر می داشت محسا جزینی خبرنگار شرق وقتی از وکیل سازمان تامین اجتماعی میپرسید که چک های سازمان در اختیار آقای زنجانی قرار گرفته است تا از این طریق نامبرده بدهی خود را به وزارت نفت بپردازد پاسخ میداد این مقام دولتی که تفاهم نامه نوشته بودند و ظاهرا چک های تحت عنوان تضمین به میزان 444 میلیارد و 524 میلیون و 454 500 ین ژاپن دادهاند یعنی چیزی در حدود 350 میلیارد یورو از سوی رقم چک ها رو 2 میلیارد بیشتر از مبلغ مندرج در تفاهم شده ذکر کرده بودند ما گفتیم چرا این گونه شده است این تضمین است چک تضمینی به جای اینکه 442 میلیارد و خورده این نوشته شود 444 میلیارد یعنی دو میلیارد به ضرر سازمان نوشته شده است سوال شده چرا اینجوری شده است گفتن اشتباه چشمی است که بی شهر آشکار است بر بینندگان عزیز که چه میزان فساد سازمان یافته تحت عنوان تکواژه‌ای تحت عنوان اشتباه چشم نیست صورت گرفت و اما روایت علی لاریجانی از دیپلماسی ساندویچی در روزنامه ابتکار که به نقد دلواپسان هستئی با زبان کنایه و خاطره اشاره داشت رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در نطق پیش از دستور دیروز خود با بیان خاطری از انتخابات ریاست جمهوری و توزیع ساندویچ توسط ستاد نمایندگی در مقابل حسینی ارشاد با لحنی کنایه آمیز و تن آکین می گفت که ادی ای که این ساندویچ ها رو خوردن به او رأی ندادند و سوال برایشان ایجاد شد که آیا کار درستی کردند. لاری جانی که میکوشید عمدتا به سیاست کشورهای منطقه خلیج فارس خیلی تهاجمی و انتقادی صحبت میکرد میگفت خلاصه تلاش برای جذب مردم با پول با پول عاقبت همان دیپلماسی ساندویچی است و آیا این برای کشور اسلامی زشت نیست که در وسط مذاکرات هسته‌ای وزیر امور خارجه بفرستد و در فرودگاه درخواست کنند که مذاکرات به نتیجه نرسد و وعده های مختلف مثل پایین آوردن قیمت نفت را با آنها بدهند خیلی تعجب آور است که مستقیما داشت انتقاد نکرد به برخی از کشورهای منطقه خلیج فارس در ایران هزار اما و اگر در مورد نتیجه مذاکرات مطرح می شود و به سختی نتایج ژنو و لوزان در جامعه ما جا می افتاد اما آنها به دست و پا می افتند که این امر را به هم بزنند خب به هم بخورد چه می شود؟ آیا شما بزرگ می شوید یا ایران به سرعت به توسعه فناوری هسته خود ادامه می دهد که در واقع در این بخش دوم از مطلب خود به گروه های تندروی اصلاح دلواپس مجلسی نیز انتقاد می کرد و می تخت. ادامه با روزنامه دیگر روزنامه ابتکار در صفحه نخست شماره امروز دو گزارش تحلیلی دیگری نیز منتشر کرد که دغدغه بیشماری از ایرانیان است از جمله بحران زیست محیطی و خشکسالی که با عدم مدیریت از سوی مسئولین نظام جمهوری اسلامی عملا میزان بیابانزایی در ایران رو به گسترش است گروه جامعه و شهروند ابتکار در این گزارش که نسبت به بحران بیابی در سی سال آینده هشدار میداد با واژگان هشدارآمیزی متذکر میشد که خشکسالی شوخی ندارد گزارشگران ابتکار با اشاره به کمتحرکی مسئولین ایرانی در سازی انرژی و مدیریت آب به نمونه فراگیر استفاده از انرژی خورشیدی در جهان اشاره میکرد که اصلا مرتوجه ایران نیست که ادامه این بی تدبیری ها می تواند با کاهش همزمان منابع آبی ایران به بحران خشکسالی عمیق و گسترده و فراگیر ایران منجر شود ابتکار این روزنامه نزدیک به طیف نزدیک به دولت روحانی و تعدادی از اصلاح طلبان حاکمیتی با اعلام اینکه باهونه رسما یار انتخاباتی گروه جبهه پایداری شد در تیتر صفحه یک شماره امروز با واژگانی دو پهلو از اعتلاف با هنر با لابیگری خبر میداد. که البته اعتلاف با هنر لاویگری نیز خوانده می شود که در هر دو روی از بار سیاسی و مافیایی عرصه سیاست میان گروه های موسوم به مدیان ارزش و ولایت مدار پرده های تازه کنار می زد. ادامه برنامه با روزنامه های دیگر روزنامه ایران ارگان دولت یادداشت دوی شماره امروز را به ماجراجویی های گروه های تندرو و دلواپسان اختصاص داد آفرین چیتساز ستون نویس روزنامه دولت که عمدتا دیدگاه های رسمی دولت روحانی را رو نیز منعکس می کند در یادداشتی به عنوان چه کسانی مذاکره را بر نمیتابند از این میزان حجمه و مخالفت جمعی نمایندگان مجلس علا رقم معافقت ارکان اصلی نظام برای پیشبرد و تحقق مذاکرات ابراز شگفتی می کرد. نویسنده ای ایران مذاکره هسته ای را در جرگه سیاست کلان و راهبردی نظام توصیف می کرد که در تهیه و تدوین آن سران چند نهاد و سازمان مشارکت دارند و در نهایت با امضای بالاترین مرجع نظام به اجرا در می که اشاره داشت به امضای خامنه ای نویسنده معتقد بود که وقتی یکی از امور کشور در ردیف سیاست کلان یا استراتژی ملی قرار می گیرد دیگر هیچ نهاد و سازمانی نبایستی و نمیتواند مشروعیت آن را زیر سوال ببرد یا آنکه در ضرورت و سودمندی آن چونو چرا کند ستون نویس روزنامه دولت مذاکرات هسته ای را همسنگ پذیرش قطعنامه صلح با عراق برمیشمرد همینطور همسنگ ماجرای مصالحه ایران و عربستان بعد از کشتر از ایران در زمان خمینی و یا در واقع معادل اعلام سیاست بیطرفی ایران در جنگ اول خلیج فارس توصیف می کرد. این در حالی است که پیشتر وزیر اطلاعات عهد احمدی نژاد که از مقربین درگاه آیت الله علی خامنه است و حتی پس از برکناری توسط محمود احمدی نژاد با فرمان شخص خامنه ای ابقا شده بود صریحا خواستار برهم زدن میز مذاکرات گردید وزیر اطلاعات محمود احمدی نژاد سریحا گفت از همان ابتدا اسلام با مذاکره مشکل داشت حیدر مسلحی وزیر سابق اطلاعات طی سخنانی در مدرسه حقانی قوم نسبت به نتیجه مذاکرات هسته‌ای ابراز نگرانی کرد و گفت که مذاکره از همون صدر اسلام مشکل داشته و به همین دلیل چندان به مذاکرات خوشبین نیست هیدر مصلحی با تاکید بر اینکه مذاکرات با کشورهای غربی به زعم وی به مسائل ای محدود نمی شود این گونه در ادامه اظهار نظر خود اشاره می کرد که دشمن فتنه بزرگتری از فتنه 88 را برای ایران اسلامی برنامه ریزی کرده است مسلحی همچنین اعلام می کرد ما دلواپسیم زیرا مذاکرات از ابتدا در اسلام با پایه مناسبی بنا نگذاشته شده و این حقیقت به خوبی در تاریخ اسلام قابل مشاهده است و با این گزارش از روزنامه ایران وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما بینندگان به تماشای ادامه برنامه ها از جمله آن سوی خبر که فاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد این جانب از محضر یکایکتان خداحافظی می کنم تا درودی دوباره شامگاهی دگروار و صفحه تازه ای از صفحه یک در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود